منابع خبری در ایران اعلام کردند که بهنود شجاعی که به جرم ارتکاب قتل در سن 17 سالگی به اعدام محکوم شده بود، ساعتی قبل اعدام شد. پیشتر رسانه‌های ایران گزارش کرده بودند که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دستور داده تا مانع از اجرای حکم اعدام او شوند. با محمد مصطفی وکیل بهنود شجاعی در ارتباط مستقیم هستیم. آقای مصطفی، این خبر درست است؟ شما خبر اعدام بهنود شجاعی را تایید می‌کنید؟ بعد متاسفانه امروز بعد از اذان صبح بهنود شجاعی در جلوی چشمان من به پای چوبه دار رفت و اولیای در مادر پدر مقتول چارپایه‌ای که برای اعدام در نظر گرفته بودند را از زیر پای بهنود کشیدند و بهنود از دنیا رفت. آقای لاریجانی قبلا دستور توقف این حکم رو داده بود، چطور پس این حکم اجرا شد الان؟ متاسفانه علارغم اعتراض هایی که ما اولا به ماهیت حکم داشتیم و همچنین به اجرای اون و اینکه ما توانسته بودیم پیشتر رضایت اولیای دم رو بگیریم و شهودی هم بودن که شهادت بدن، ولی هیچ کدام از اعتراض ما، شکایت های ما به جایی نرسید. آقای لاریجانی هم در گذشته دستور توقف رو به صورت موقت داده بودن، ولی اولیای دم مصر بودن که حکم اجرا بشه و اعمالی رو انجام میدادن که در نهایت دستگاه قضایی رو مواجه کردن با اجرای حکم، در صورتی که من باز هم تاکید میکنم موکلم بهنود شجاعی به ناحق به پای چوبه دار رفت و ناعادلانه اعدام شد. به شما به عنوان وکیل بهنود شجاعی و خانوادش گفته بودند که امروز او اعدام میشه؟ بله، از قبل به ما ابلاغ کرده بودند و طبق آیین‌نامه اجرای نحوه اعدام و قصاص مطرح کردن و اعلام کردن و ما هم در جلسه حضور داشتیم. ممنونم از محمد مصطفی وکیل بهنود شجاعی که امروز اعدام شد.